بریم سراغ متن هفت پیکر خودمون، آخرین داستان از این مجموعه که دارن این زنان بهرام تعریف میکنن، نشستن بهرام روز آدینه در گنبد سپید و افسانه گفتن دختر پادشاه اقلیم هفتم. و دختر پادشاه اقلیم هفتم به نظر میرسه منظور ترکستان باشه، چون که گنبد سپید هم باز دوباره نسبت اولین داستان ایادتون باشه گنبد سیاه بود و دختر پادشاه هند بود و هندوها میدونن به سیاهی معروف بودن، در فرهنگ ایرانیان و ترکان به سفیدی معروف بودن. در نتیجه این در گنبد سپید نشستنش آخرین روز به نظر میرسه منظور ترکستان. میگه روز آدینه که این مقرنس بید خانه را کرد زافتاب سپید، یعنی وقتی که خورشید در اومد. اما مقرنس بید یعنی آسمان و مقرنس بید یه به اصطلاح تعبیر خوبی است برای آسمان، چون که درخت بید چند تا خصوصیت داره. یکی اینکه چتری داره، مخصوصا بیدهای بزرگی که حالت بید مجنون حالا یا بید لیلی هر دوش هم گفته شده بشه دارن، اینها یه چتری دارن که خیلی به اصطلاح آسمانگون هست، آدم وقتی زیرشون میایسته. از طرف دیگه اینا سبزن و آسمان میدونن، همجور که میدونن در فرهنگ ما خیلی جاها سبز دیده میشه و همینجور این که بید در واقع یک سپیدی رو در دل خودش پنهان داره. چوب درخت بید سپید هست و در ساختن شطرنج وقتی که قدیمی ها میخواستن شطرنج بسازن مهره های سفید رو از چوب بید میساختن و انگار که آسمان هم یک سپید سبزه، یعنی در واقع زنگاریه و یک سپیدی رو در دل خودش پنهان داره که خورشید باشه و این خصوصیت اون رو شبیه بید میکنه. اما مقرنس، مقرنس همون کلمه ای هست که قرنیز هم از همون کلمه به هر حال مشتق میشه. کلمه بعضی ها میگن عربی هست، بعضی ها میگن معربه، بعضی ها میگن از قرناس میاد که عربی است، قرناس یعنی کوه، و بعضی ها میگن نه این کلمه از یک ریشه غیر عربی میاد. اما مقرنس اگه شما توی مساجد از جمله زیر گنبدا رو نگاه بکنید، زیر گنبدای مساجد از جمله گنبد شاه اصفهان که یکی از معروف ترین ها هست، از زیر گنبد هم فلواقع نه، زیر در واقع اون طاق ورودی مسجد رو نگاه کنید، از سقف یه حفره های آویزونه، یعنی یه جایی که سوراخن برعکسش کنارش یه چیزی اومده بیرون، دوباره سوراخه یه چیزی اومده بیرون. به این میگن مقرنس. مقرنس یعنی دندانه ای که زیر تاق برای تزئین گچکاری میکنن، نوعی گچکاریه. بنابراین آسمان مقرنس یعنی آسمانی که توش کار شده، یعنی ستارگان به مثابه گچکاری های این آسمان هستن و یه گنبدیه که ما داریم از زیر بهش نگاه میکنیم و پر از تلالو و شکست نور و حفره ها و برامدگی هاست. بنابراین روز آدینه که این مقرنس بید، یعنی این آسمان آینه کاری و این آسمان گچبری، خانه را کرد زافتاب سفید، شاه با زیبر سفید به ناز شد سوی گنبد سپید فراز. فراز شدن یعنی نزدیک شدن. زهره بر برج پنجم اقلیمش، پنج نوبت زنان به تسلیمش. و انگار که زهره هم در آسمان داشت پنج نوبت تسلیم این پادشاهی یا ابر پادشاهی آقای بهرام رو می نواخت. تا نزد بر ختن طلایه زنگ، شهز شادی نکرد میدان تنگ. خب رسم شاه این بود که وقتی پیش زنانش میرفت در طول روز، در اثنای روز به خوشگذرونی و شادی و بازی و نشاط میپرداخت و وقتی که شب میشد از اونها میخواست که براش قصه بگه.
و اینجا هم همین میگه، میگه تا نزد بر ختن طلایه زنگ، تا وقتی که طلایه زنگ رو شما بگیرید که به سای جلودارهای لشکر شب، چون طلایه یعنی اون بخشی از سپاه که ما گسیل میکنیم برای جاسوسی به جلو و اینا ببینن چه خبره و بعد برگردن و لشکر اصلی به دنبال اینها بره. پس طلایه زنگ یعنی پیش قراولان تاریکی. ختن رو هم بگیرید مشرق، پس میگه تا نزد بر ختن طلایه زنگ، تا پیش قراولان سیاهی به سمت مشرق نیامدند، شه یعنی شب نشد، شهز شادی نکرد میدان تنگ. میدان تنگ کردن رو بگیرید خلاف میدان گشاد دیدن، میدان فراخ دیدن. میدان فراخ دیدن یعنی جولان دادن، میدان تنگ داشتن یا میدان تنگ کردن یعنی به فشار آمدن و تعطیل کردن و تسلیم شدن. پس شهز شادی نکرد میدان تنگ یعنی شادی رو و نشاط رو و جشن و سرور رو ترک نکرد. پس شب شد و شاه در این لحظه تصمیم گرفت که دست از جشن و شادی و خوشگذرونی بکشه. چون شب از سرمه فلک پرورد، چشم ماه و ستاره روشن کرد، شاه از آن جان نواز دل داده، شب نشین سپید دمزاده خواست تا سامتینگ. آن جان نواز دل داده یعنی آن عاشقی که روح و جان ما رو می نواخت، یعنی جان و روح بهرام رو، و شب نشین سپید دمزاده. این سپید دمزاده بودنش نشانه سفیدیش، اینقدر سفید بود که انگار از صبح زایده شده بود. خواست تا از صدای گنبد خیش، آرد آواز ارغنونش پیش. و ارغنون به معنی در واقع، حالا ما در فارسی ارغنون رو هم به جای ارگ یا همون ساز کلیسایی، همون ساز معروفی که در کلیساها هست به کار میبریم، هم به جای به صورت قانون برای اون سازی که شبیه زنتوره و با دست میزنیم، در واقع گاهی اوقات اینها کلماتیه که هم قانون و هم ارگ، در فارسی جایگزین کلمه ارغنون شده. ارغنون میدونه غیر از اینکه نام یه سازیست کلیسایی، نام یه کتابی هم هست که در واقع مال آقای ارسطوست، و به نظرم اگر اشتباه نکنم این رو به اصطلاح برای ارسطو بعد از مرگ ارسطو درست کردن، و باز اگر اشتباه نکنم، حالا خودتون چک کنید، که این از ارگانیزیشن میاد کلمش، یعنی ارگانایز کردن یک سری از مقالات ارسطو رو در یک کتابی، و به خاطر همین اسمش گذاشتن ارغنون، یعنی ارگانایز شده. و اگر این حدس من، یعنی این حدس نمیزنم، این فکر میکنم داره به صورت محف از قدیم یادم میاد، اگر درست دارم میگم، اون ساز رو هم ما به همین دلیل بهش میگیم ارغنون، یعنی ارگانایز شده اصوات، یعنی یه سری صوت ها، یه سری لوله های صوتی رو ارگانایز کردن گذاشتن کنار هم و حالا میتونن باش بنوازن. پس بنابراین ارغنون اسم ساز نیست، ارغنون در واقع شکل ساز رو داره توضیح میده تا اینکه اسم ساز باشه. بنابراین هم میتونه به ارگ اطلاق بشه، هم میتونه به قانون اطلاق بشه، هیچ اشکالی نداره. به اصطلاح از فار از این که ما بیایم یه سری اصوات رو به یه شکل خاصی کنار هم منظم کنیم، میتواند این عنوان رو خودش بگیره. خواست تا از صدای گنبد خیش، آرد آواز ارغنونش پیش، پس از آن کافرینیان دلبند، خواند بر تاج و بر سریر بلند. خب همیشه هم رسم بود این دخترها وقتی میخواستن حرف بزنن اول شروع کردن ستایش، و این هم همین کار کرد. پس از آن کافرینیان دلبند، خواند بر تاج و بر سریر بلند، وان دعاها که دولت افزاید، وان چنان تاج و تخت را شاید، گفت. بعد از اینا گفت،
گفت چون شه ز بهر تیبت خیش از ز بهر تیبت خواست آنچه از تیب چون من آید راست. مادرم گفت ببینن همش هی مقفل معانی هایی که هی باید ترمز کنیم. میگه که گفت که وقتی که شاه به خاطر همصحبتی، تیبت یعنی همصحبتی، و خاطر همصحبتی آنچه از تیب چون من آید راست، آنچه که از وجود من میتراود و بوی خوش و اسارهی که از من بیرون، ببینن چقدر نظر نظامی نسبت به داستان زیباست، داستان رو دوست داره، این رو اساره و بوی خوشی میدونه که در اینجا به طور مشخص از یک زن ولی به طور عام از یک انسان میتونه بیرون بیاد و تراوش بکنه. مادرم گفت، میگه حالا چون که تو خواستی به خاطر هم صحبتی با من جناب اعلی حضرت من قصه بگم، اینه میگم که مادرم گفت یه بار و زنی سره بود، مادرم گفت و او زنی سره بود، پیرزن گرد باشد و باشد و بره بود. میگه که به قول ما کرمونیا ما میگیم ما یه مادرو خوبی داشتیم یا یه مادرو خوبی داریم، این کرمونیا خیلی میگن، می مادرو خوبی بود، خلاصه گرگ نبود از جنس پیرزنان بلکه بره بود، خیلی آدم سلیم و نفسی بود. مادرم گفت و او سره بود، کاشنایی مرا ز همزادان برد مهمان که خانش آبادان. مادر گفته، پس اینجا تا اینجا شد راوی دوم. راوی اول میشه زن شاه، دختر پادشاه ترکستان. راوی دوم میشه مادر او زن. کاشنایی مرا ز همزادان برد مهمان که خانش آبادان. خانی آراسته نهاد به پیش، خوردنی ها چه گویم از حد بیش. بره و مرغ و زیربای عراق، گردها و کلیچه ها و رقاق. گردها یعنی نونای توپل و کلیچه ها هم یعنی نونهای شیرین و رقاق هم یعنی نونای لواش. چند حلوا که خود نبودش نام، بعضی از پسته بعضی از بادام. میوه های لطیف طبع فریب، از ری انگور و از سپاهان سیب. بگذر از نار، نقل مستان بود. میگه نار که هیچی، نار ولش کن، اون نقل مستان بود، اون در واقع مزه عرق‌خوری مستان جمع بود که همه خانه نار پستان بود. میگه انار ول کن، دخترها رو دریاب. مجلسی بود پر از زیبارویان. چون به اندازه زان خورش خوردیم، به می آهنگ پرورش کردیم. در هم آمیختیم خنداخند، من و چون من فسانگویی چند. ببینن این مادره که سر من بوده، گرگم نبوده، بره من بوده و می میخورده و فسانگوی بوده. هر کسی سرگذشتی از خود گفت، یکی از تاق و دیگری از جفت. آمد افسانه تا به سیمبری، شهد شیر و شیر در شکری. رسیدیم به یک قصه، رسید به یک، حالا یا قصه رسید به سیمبری یا قصه گفتن رسید به سیمبری، حالا باید ببینیم چی هست. دلفریبی که چون سخن گفتی، ها نه، قصه گو بوده اون سیمبره. دلفریبی که چون سخن گفتی، مرغ و ماهی از آن سخن خفتی. برگوش، پس این میشه راوی سوم. برگشاد از عقیق چشمه نوش، عاشقان را برآورید به جوش. پس این دهنش که باز میکرد، عقیق یعنی لب، چشمه نوش هم یعنی دهان که سخنان شیرین مثل چشمه ازش میتراود بیرون میاد. عاشقان را برآورید به جوش، گفت شیرین سخن جوانی بود، که از ظریفی شکرستانی بود. عیسی گاه دانش آموزی، یوسفی وقت مجلس افروزی. آگه از علم و از کفایت نیست، پارساییش بهتر از همه چیز. داشت باغی به شکل باغ ارم،
باغها گرد باغ او چو حرم، و خاکش از بوی خوش عبیر سرشت، میوه هایش چو میوه های بهشت. خب میگه داشت یه باغی به شکل باغ ارم که باغ خیلی معروفی بوده، و باغ ها گرد باغ او چو حرم. یعنی چی؟ یعنی این که این باغش در محاصره باغ ها بود، یعنی اون باغ مثل حرم بود، نه باغ های دیگر مثل حرم. این چوهر حرم همون از جنس اون چو همچو همچون هایی هست که گفتم حافظ بعدها به کار می برده. میگه باغ ها گرد باغ او، اصلا اینجا چو حرم رو شما ولش کنه، در واقع میگه داشت باغی به شکل باغ ارم، باغ ها گرد باغ او. تمام، جمله تمام اینجا. حالا وقتی میگه چو حرم، این بر میگرده به اون باقی که اون وسط بوده، نه اون باقهایی که دور بودن. خب خاکش از بوی خوش عبیر سرشت، میوه هایش چون میوه های بهشت. همه دل بود چون میانه نار، همه گل بود بی میانجی خار. خب من اینو میخوام به ذوق و سلیقه خودم، حالا مرحوم زنجانی هم فوت کرده همین دو سه روز پیش، تغییر بدم، بگم همه گل بود چون میانه نار، همه گل بود چون میانجی خار. یعنی گل های اون سرخ بود، به اصطلاح خاکش چیز بود مثل میانه نار قرمز بود، همه گل بود بی میانجی خار، و گلهاش هم چطور بود؟ خاری نداشت. حالا شما میخواین دل بگیرن دل بگیرن، میخواین گل بگیرن گل بگیرن، من گل رو ترجیح. آب در زیر سروهای جوان، سبزه برگرد آبهای روان. مرغ با مرغ برکشیده نوا، ارغنون بسته در میان هوا. تیزخاری که در گلستان بود، از پی چشم زخم بستان بود. میگه حالا یه خارایی هم تو گلستان بالاخره هست، اینا هم برای چشم زخم بستان بود، بالاخره بیخار هم البته نبود. زیر سروش که پای در گل بود، به نوا داده هر که را دل بود. این به نوا دادن یعنی گروگان دادن، به نوا میفرستمت یعنی به گروگان میفرستم تو را. زیر سروش که پای در گل بود، هر که را دل بود به گرو داده بود. یعنی همه دلها رفته بودن زیر سروای اون، گرو به گرو گذاشته شده بودن، گروگان شده بودن. برکشیده ز خط پرگارش چهار مهره به چهار دیوار. آقای زنجانی گفته که یک نوع خشتی در قدیم بوده، خیلی بزرگ بوده، به صورت استوانه. توصیفی که ایشون میکنه ظاهرا اینها به شکل استوانه هستن، اینها استوانه های بزرگی درست میکردن، و اینها احتمالا من حدس میزنم اینها رو در ساختن دیوارهای باغ به کار میبردن که فشاری روش نبوده، فقط جنبه چی داشته؟ جنبه تعیین حریم داشته، روشون فشاری نبوده، به خاطر همین احتیاج داشتن به یه چیزای گنده‌ای که حالا پوچ بودن و سفت بودن و محکم بودنش و ایناش خیلی مهم نبوده. به اینا میگفتن مهره، چهار مهره یعنی زخیم. برکشیده ز خط پرگارش چهار مهره به چهار دیوار، از بناهای برکشیده به ماه. چشم بد را نبود در وی راه، در تمنای آنچنان باغی، بر دل هر توانگری داغی. مرد هر هفته ای ز راه فراغ، به تماشا شدی به دیدن باغ. آقا هم که خیلی آدم پارسایی بود و خیلی هم خوشتیپ بود و خوشگل بود و توصیفاتش کرده بود، هر هفته می رفت باغ خودش رو نگاه میکرد. سرف پیراستی سمن کشتی، مشک سودی عبیر آغشتی. تازه کردی به دست نرگس جام، سبزه را دادی از بنفشه پیام. ساعتی گرد باغ برگشتی، باز بگذاشتی و بگذشتی. باز اینجا یعنی دوباره، و
میرفت و به این نرگس ها رسیدگی میکرد و این خلاصه کم ور میرفت به باغش و میومد. رفت روزی به وقت پیشینگاه تا در آن باغ روزه یابد راه. باغ را دید بسته در چون سنگ، باغبان خفته بر نوازش چنگ. مطرب آواز برکشیده ز ساز، کافرین باد بر چنان آواز. باغ پرشور از آن خوش آوازی، دلنوازان در او به جانبازی. خوب رویان نشاط می کردند، رقص کردند و باده می خردند. دست های نگار بربسته، خوب رویان نرم آهسته. رقص در هر درختی افتاده، میوه دل برده، برگ جان داده. راست همه درختام هم داشتن میرقصیدن، میوه ها دلشون رفته بود، برگا جونشون خلاصه گذاشته بودن در این ساز و آواز. خواجه کاواز عاشقانه شنید، جام حاضر نبود جامه درید. نه شکیبی که برگراید سر، نه کلیدی که برگشاید در. در بسی کوفت کس نداد جواب، سرو در رقص بود و گل در خواب. گرد بر گرد باغ برگردید، در همه باغ هیچ راه ندید. بر در باغ خود چو چاره نیافت، رکن دیوار خیشتن بشکافت. شد درون تا کند تماشایی، صوفیانه برآورد پای. هرچی هم که در زدش که درش باز نکرد و این سرصداها رو هم داشت میشنید و گفت که برم و سماعی بکنم در این ترنمی که در این باغ هست. گوش بر نغمه ترانه نهد، دیدن باغ را بهانه نهد. شورش بانگ باغ بنگرد که زکیست، باغ چون است و باغبان را چیست. زان کنیزان بوستان افروز، که در آن بوستان بودند آن روز. دو سمنبر نگاهبان بودند، که از تردد دمی نیاسودند. تا بران هور پیکران چو ماه، چشم نامحرمی نیابد راه. خب دو تا خانم هم مأمور انتظامات بودن و دور این باغ میگشتن که کسی وارد نشه. چون درون رفت خواجه از سوراخ، یافتندش کنیزکان گستاخ. زخم در داشتند و خستندش، دوست پنداشتند و بستندش. خواجه در داده تن بدان خاری، از چه؟ از تهمت گناهکاری. و میگه که خواجه هم تن داد به این خاری و تسلیم شد. به خاطر چی؟ به خاطر تهمت گناهکاری. تهمت گناهکاری آدم رو ضعیف میکنه. انسان پارسا، انسان درستکار، وقتی که کار بدی میکنه ضعیف میشه و این ضعفش باعث میشه که اسیر بشه. آدم های بد کار بد که میکنن ضعیف نمیشن، یه چه قوی هم میشن، احساس قدرت میکنن. این از تهمت و گناهکاری که داشت از دیوار میومد و از سوراخ میومد و میرفت ببینه این خانوما چه کار هستن و کی اونجا داره میخونه. درست با خودش بود، ولی بالاخره این باعث شد بود که ضعیف بشه و سر تسلیم فرود. بعد از آزردنش به چنگ و به مشت، بانگهایش برزدن درشت. کی تو رخنگر چه کار استین، در ره شهر ننگ و آر استین. کی ز داغ تو باغ ناخشنود، نیست اینجا رقیب باغ چه سود. چون به باغ کسان در آید دوست، زدنش هست باغبان را مزد. اونم مزد اینجا یعنی وظیفه. ما که لختی به چوب خستیمت، شاید در دست و پای بستیمت. تا تو ای نقزن در این پرگار، در گذاری در آیی از دیوار. پرگار یعنی تدبیر، حیله. حافظ هم به این معنی به کار برده، این چه پرگاریست، یعنی این چه حیله است، این چه تدبیریست. تا تو ای نقزن در این پرگار، در گذاری در آیی از دیوار. مرد گفتا که باغ من است، بر من این دود از چراغ من است. با دری چون دهان شیر فراخ، چون در آیم چو روبه از سوراخ. وای در همیشه به روی من باز بوده.
من دلیلی نداره که بخوام از سوراخ بیام. هر که در ملک خود چنین آید، ملک از او زود بر زمین آید. و بر زمین آمدن یعنی از اعتبار افتادن. میگه که اگر حقم همینه که شما بگین من بزنن اینجوری من خار کنن، هر کی تو ملک خودش اینجوری بیاد حقش هم همینه که بگیرم بزننش. من با وای میسادم میکفتم در میومدم تو. چون کنیزان به حال او دیدند و از نشانهای باغ پرسیدند، یافتندش در آن گواهی راست. مهر بنشست و داوری برخاست. داوری برخاست یعنی دعوا تموم شد و نشونی های باغ پرسیدن، این هم درست گفتم. چی رو صاحب باغ چون شناخته شد، هر دو را دل به مهر تافته شد. بود خوب و جوان و نادرگوی، زن که دیدی این از او تو، این از او تو دست بشود. میگه که در مرد سه تا خصوصیت اگر باشه، زنها رو در مقابل او به اصطلاح چیز میکنه، تسلیم میکنه. یکی اینکه خوب باشه یعنی خوشگل باشه، یکی اینکه جوان باشه، و یکی اینکه نادرگوی باشه. یعنی مرد باید هم خوب حرف بزنه، هم خوشگل باشه، هم جوان باشه. اگر این سه تا خصوصیت رو داشته باشه، بعد میگه زن که دید این از او، زن که دید این از او تو دست بشوی. دیگه این زن دیگه زنی نمیشه. آشتی کردنش روا دیدن، زن که با طبعش آشنا دیدن. و با طبعش آشنا دیدن، احساس کردن که او با طبع خودشون سازگاره، احساس کردن مرد خوبیه. شاد گشتند از آشنایی او، سعی کردند در رهایی او. دست و پایش ز بند بگشادند، بوسه بر دست و پای او دادند. عذرها خواستند بسیارش، هر دو یک دل شدند در کارش. پس به عذری که خصم یار شود، رخنه باغ استوار شود. خار بردند و رخنه را بستند، از شبیخون رهزنان رستند. برای که این خصم یار بشه، برای اینکه این کتک خورده، این فرد کتک خورده قبول بکنه اینها رو و عذرخواهی اینا رو بپذیره، خصم یار شود، یعنی رفتن یه مش خارم جمع کردن بردن اون سوراخ رم که این کنده بود اومده بود تو، پروتکت کردن و بستن و از این حرفا که کسی دیگه وارد نشه. از شبیخون رهزنان رستن. چون نشستند پیش خواجه به ناز، باز گفتند قصه های دراز. که در این باغ چون شکفته بهار، که از او باد خواجه برخوردار. میهمانیست دلستانان را، میهمانیست دلستانان را، ماهرویان و مهربانان را. هر زنی خوب رو که در شهر است، دیده را از جمال او بهره است. همه جمع آمده در این باغند، شمع بیدود و نقش بیداغند. عذر آن را که با تو بد کردیم، گرچه آن بد به جای خط کردیم. میگه اگر جای ما بادی کار میکنیم، بالاخره ما فکر میکنیم تو دوزی. گرچه آن بد به جای خط کردیم، خیز و با ما یکی زمان بخرام. تا براریزه هر که خواهی کام، روی درکش به کنج پنهانی. شادمان بین در آن گلفشان. گفتم ما میتونیم یه هدیه بهت بدیم و او اینه که میبریم یه جای قایم بشی، این دخترها رو ببینی، هر کدوم رو که پسندیدی ما میریم خامش میکنیم و اون رو برای تو هدیه میاریم. هر بوتی را که دل در او بندی، مهر بر وی نهی و بپسندی. آوریمش به کنج خانه تو، تا نهد سر بر آستانه تو. خواجه را کان سخن به گوش آمد، شهوت خفته در خروش آمد. گرچه در طبع پارسایی داشت، طبع با شهوت آشنایی داشت. مردیش مردمیش را بفریفت، یعنی مردانگیش انسانیتش رو فریفت. مرد بود از دم زنان نشکیفت. و کدوم مردی هست که انسانیتش به اصطلاح به پای مردانگیش برباد نده؟ با سمن سینگان سیمندام، پای برداشت بر امید تمام.
گفته بودندش آن دو مایه ناز، قصه خواجه کنیز نواز. خب حافظ یه جا دیده میگه دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشد، خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. و این کنیز نوازی یا غلام نوازی یا کنیز نوازی در واقع همیشه به نظر میرسه که یک قصه ناگفته روشنی است. اگر فرض کنیم که یک قصه مشخصی نباشه، اگر یک قصه مشخصی باشه بر من و آقای زنجانی در پاورقی‌هاشون و آقای ثروتیان تو پاورقی‌هاشون، اینها پوشیده است که خب من نمیدونم. یک قصه یک فردی است که کنیز نواز بوده و مثلا قصه خاصی داشته. اگر فرض کنیم که چنین قصه خاصی نبوده، حالا میتونیم اینجور تصور کنیم که اصولاً خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش حافظ رو در واقع داره میگه. یعنی همیشه یه فرضی بر اون هست که یه خواجگانی کنیز نواز هست، یه خواجگانی وجود دارن که اینها مهربانی میکنن با خدمتکاران خودشون. گفته بودندش آن دو مایه ناز، قصه خواجه کنیز نواز، تا به جایی رسیدشان ناورد. ناورد یعنی ماجرا، که بدان جای دل قرار آورد. همینجوری اینا قصه کنیز نوازی رو برای این میگفتن و میرفتن جلو تا رسیدن به جایی که این آقا استقرار پیدا. پیش آن لعبتان قصر بهشت، غرفه ای بود برکشیده زخشت. خواجه در خفته رفت غرفه رفت و بست درش، بازگشتند بانوان زبرش. بود در ناف غرفه سوراخ. خب ناف رو هم میتونیم که نظامی به معنی وسط به کار میبره. روشنی تافته در او شاخی، یه نوری هم مثل شاخه از این تو سوراخ میومد بیرون. چشم خواجه ز چشمه سوراخ، چشمه ای تنگ دید و آب فراخ. یک چشمه کوچکی رو داشت میدید، یعنی وقتی که از اون سوراخ نگاه کرد، منظره ای که داشت میدید این بود که یه چشمه کوچکی بود، یه آب درشتی هم اون دوربر بود، کرده بر هر طرف گلفشانی، سیمساقی و نارپستان. روشنی چراغ دیده همه، خوشتر از میوه رسیده همه. هر عروس از ره دلنگیزی، کرده بر سور خود شکر ریزی. اژدهایی نشسته بر گنجش، یعنی اون دخترها یه اژدهایی بر گنجشون نشسته بود، یعنی یه موهای سیاهی روی چهرشون افتاده بود. بر ترنجی رسیده نارنجش و پستانهای اونها، به ترنجی رسیده نارنجش، پستانهای اونها در واقع زیر این موها پنهان بود. نار پستان بدید و سیب زنخ، نام آن سیب برنوشته به یخ. خب یه چیزی رو روی یخ نوشتن یعنی غیر قابل دسترس کردن، یا غیر قابل یعنی امر محالی است که شما اسم یه چیزی رو روی یخ بنویسین. این را البته تو کرمو هنوز میگفتن بعضیا، من شنیده بودم این رو، مثلا میگم میگفتن مثلا این رو سند رو مثلا به نامتون کردن، مثلا میگم بابا چی سند رو به نام میکردن، نوشتن روی یخ، یعنی کسی چیزی به ما نمیده، مثلا ملکی به ما نمیخواد. مثلا میگفتن رفتیم فلان ملک خریدیم، مثلا سند به نامتون کردن، میگم بله نوشتن روی یخ، و منظورش می بود که یعنی از این حرفا نیست و کسی سندی نمیکنه و این. و خلاصه بر یخ نوشتن یعنی در واقع پوچ و هیچ بودن، اعتباری نداشتن. باغ را سیب و نار کم نبود، خاصه که از باغبان ستم نبود. خب خاصه که از باغبان ستم نبود یعنی دست درازی نباشه، پس معلومه این دخترها تنها بودن و هیچ مردی اونجا نبود. بود در روزگاه آن بستان، چمنی بر کنار سروستان. حوضه ای ساخته ز سنگ رخام، حوض کوثر بر او نوشته غلام. می شد آبی چو آب دیده در او، ماهیانی ستم ندیده در او. ستم ندیده باید باشه، یعنی یه ماهی هایی که هیچ وقت کسی اونها رو شکار نکرده بود و اینا به طور طبیعی اونجا رشد کرده بود.
گرد آن آبدان روشسته، سوسن و نرگس و سمن رسته، آمدند آن بتان خرگاهی، حوزه دیدند ماه تا ماهی، گرمی آفتاب تافتشان، واب چون آفتاب یافتشان، سوی حوز آمدند ناز کنان، گره از بند قرته باز کنان. و قرته یعنی پیراهن، لباساشون رو آوردند. صدره کندند و، صدره یعنی سینه بند، صدره کندند و بی‌نقاب شدند، و از لطافت چو در در آب شدند. می زدند آب را به سیم مراد، می نهفتند سیم را به سواد. ماه و ماهی روانه هر دو در آب، ماه تا ماهی افتاده به تاب. یعنی جهان در از این منظره در تکاپو افتاده بود، ماه تا ماهی یعنی از آسمان تا زمین. ماه بر آب چون درم ریزد، هر کجا ماهی است برخیزد. ماه ایشان در آن دلاویزی، خواجه را کرد ماهی انگیزی. و ماهی اینجا اشاره به آلت تناسلی مرده. ساعتی دستبند می کردن. دستبند یعنی رقص دست جمعی، با همدیگه رقصیدن. ساعتی دستبند می کردن، بر سمن ریشخند می کردن. ساعتی لبهای نو کردند، نار و نارنج را گرو کردند. خب این نار و نارنج را آقای من گرو کردند رو میپسندم، به معنی اینکه نار و نارنج را دیگه در مقابل اونها هیچی نبود، در مقابل اونها چیزی نبود. منتها آقای زنجانی گرو رو گرفتن به معنی کرو، گفتن این هست کرو کردند، و گفتن که کرو یعنی قایق، و اشاره کردن به این که اینها با بدنشون روی آبها سر میخوردن، و گفتن که یعنی سوار بر غبغب‌ها و پستان‌های خودشون بودن. و توی لغتنامه من کرو وارد شده و ارجاع داده شده به یه بیتی از سعدی که میگه که جوانی پاکباز و پاکرو بود، که با پاکیزه رویی در کرو بود. و کرو رو اینجا به گرفته به معنی قایق، و این بیت سعدی هم محل منازعه است و خیلی بیت معتبری نیست از این نظر که این کرو باشه. و خلاصش که خیلی این کرو به معنی قایق باشه همچین اعتبار ادبی نداره، ولی گرو اگر باشه، گرو میتونه باشه. ضمن این که هم گرو با نو میتونه قافیه باشه، هم کرو با نو، چون نوم هم یه نوع تلفظ از نو هست، از این نظر اشکالی نداره. ولی دیگه نمیدانم واقعا که چه عرض کنم که کدوم یکی درسته. من گرو رو بیشتر میپسندم. این شدن آن را به مار میترسند. یعنی دیدن آدم ها وقتی که میرن تو آب هی همدیگه رو میترسونن و شوخی میکنن با همدیگه. اینا هم دخترام داشتن با هم شوخی میکردن. این شدان را به مار میترساند، مار میگفت و زلف میافشاند. بیستونی همه ستوننگیز، کشته فرهاد را به تیشه تیز. باز دوباره به آلت رجولیت اشاره داره. جوی شیری که قصر شیرین داشت، سر بر آن حوضهای سیمین داشت. خواجه کان دید جای صبر نبود، لیک گستاخی نداشت چه سود. خیلی آدمه محجوبی بود اون مرد، قبلا هم گفته بود که آدم پارسایی بود و به خاطر همین گستاخ نبود، دریده نبود و شرم حضوری داشت و نمیتونست کاری بکنه. بود چون تشنه ای که باشد مست، آب بیند بر او نیابد دست. یا چو سرعی که ماه نو بیند، بر جهت گاه و گاه بنشیند. رگ به رگ خونش از گرفتن جوش، از هر اندام برکشیده خروش. ایستاده چو دزد پنهانی، آنچه دانی چنان که میدانی. سوی هر سرو قامتی میدید، قامتی بی قیامتی میدید. خب قامتی بی قیامتی میدید یعنی
در واقع حوریانی میدید بدون بدون آن دنیا، بدون بهشت، چون که فرض بر این هست که ما در یک به اصطلاح به نیکوکاران یک بهشتی داده میشه که در او قامت‌های زیبا است. این قامتی بی قیامتی میده، همین تو دنیا داشت یه بهشتی میده، خواست تا در میان جهت گستاخ، مرغش از رخنه مارش از سوراخ، لیک مارش نکرد گستاخی، از چه؟ از راه تنگ سوراخی. و خب اینجا باز معنی مشخص، باز اشاره به تناسل و اینهاست. شست رویان چون روی گل شستند، چون سمن در پرندها رستند، آسمان بون پرند پوشیدند، بر مه آسمان خروشیدند. شما یادتونه که تو داستان خسرو شیرین که ما میخوندیم، یه جا شیرین میره تو آبتنی میکنه، تو چشمه نوش میره آبتنی میکنه، و اونجا ما اشاره یادتون باشه کردیم به بیکینی شیرین که همه هم خندیدن و کلی مایه تفریح دوستان شد که چرا میگی بیکینی شیرین. خلاصه اونجا من میگفتم که نگاه کنید که این لباس شنای شیرین آسمانگونه، یعنی لباس شناش مثلا سبزه یا فیروزه‌ایه. اینجا هم باز دوباره ببینه اشاره میکنه به لباس شنا که رنگ آب هست، انگار که مردم لباس شنایشون در اون موقع رنگ آب میپوشیدن، آسمانگون میپوشیدن، آسمانگون پرند پوشیدند، بر مه آسمان خروشیدند. در میان بود لعبتی چنگی، روی رومی و زلف چون زنگی، آفتابی هلال غبغب او، رتبی ناگزیده کسلب او، غمزش از غمزه تیر پیکان تیز پیکانتر، خندش از قند شکرفشانتر. وسط اینا همه حالا یک دختر رومی بود که اون دختر رومی هم حالا ساز میزد و لعبتی چنگی بود، دختر ساز نوازنده ای بود که حال خیلی حالا داره در توصیف زیبایی های اون میگه. افتاده ز سرو پربارش، نار در آب و آب در نارش. نار در آب یعنی آتش در آب، و آب در نارش یعنی آب در انارش. پس افتاده ز سرو پربارش، نار در آب و آتش تو آب افتاده بود، یعنی سرخ رو بود و ها در این سرخ رویی با تراوت بود، مثل یک دختر جوان نوجوانی بود که هم صورت قرمز رنگی داره و هم با تراوت. و آب در نارش به فریبی هزار دل برده، هر که دیده برابرش مرده، چون به دستان زده گشادی دست، عشق خوشیار و عقل گشتی مست. چون به دستان زدن گشادی دست، وقتی که شروع کرد به نوازندگی، دستان زدن اینجا به معنی قصه خوندنه و قصه خوندن به معنی آواز خوندنه. عشق خوشیار و عقل گشتی مست، خواجه بر فتنه ای چنان از دور، فتنه تر زان که هندوان بر نور. اونم به نظر میرسه که نظامی اعتقادات مانوی رو به هندیا بیشتر منسوب میکنه. من یه دو سه جا دیدم در کارهای نظامی که وقتی میخواد بگه که اعتقاد به نور یا اعتقاد به آتش رو میگه هندوان، یعنی هندوان رو در واقع احتمالا در زمان نظامی آخرین بقایای اون میترائیسم و آیین‌های کهن زرتشتی و اینها هنوز در هند باقی بوده و این شهرت باعث می‌شده که اونها بپندارن که اینها نورپرستی یا آتش پرستی یا مراقبت از نور و آتش می‌کنن. خواجه بر فتنه ای چنان از دور، فتنه تر زان که هندوان بر نور، گرچه بودند هر یکی ماهی، او در آن جمع بود چون شاهی، زاهد از راه رفت پنهانی. خب این چون که پارسا بود اینجا لقبش داده زاهد. زاهد از راه رفت پنهانی، کافری بین زهی مسلمانی. یعنی کافری بین زهی مسلمانی یعنی افسوس که مسلمانی از دست برفت.
یعنی کافری بین اینجا یعنی وسایل رفتن زهد از دست. خود نظامی آدم زاهدی بوده و معروف هست که وقتی که دعوتش کرده بودن یک بار در یه مجلسی، جز به مجالس معدودی بوده که نظامی از اتفاقا از گنج خارج شده، معروف هست که بساط مشروب پهن بوده، میخارگی پهن بوده و اونها رو به خاطر ورود نظامی جمع میکنن. میگه کافری بین زهی مسلمانی، ای وای از این زهدی که به سادگی از دست میره. بعد یک ساعت آن دو آهو چشم، کاتش برق بودشان در پش، آهوانگیز آن خوتن بودند، آهوان را به یوز بند. خب اولا در مورد پشم و نسبت پشم و برق، همون نسبت الکتریسیته ساکن هست که کاتش برق بودشان در پشم و انگار که یک جرقه ای در وجود اینها بود، اینها مثل پشمی بودن که یه آتشی در دل اونها پنهان بود. آهوانگیز بودن. آهوانگیز در واقع جانوریست یا سواریست و میره و آهوها رو سوق میده به سمت که شکارچی میخواد. آهوانگیز آن خوتن بودن، یعنی رفته بودن آهوها رو بیارن. آهوان را به یوز بنمودن، وردنشون به سمت شکارچی. آمدند از ره شکرباری، کرده زیر قصب کلهداری، خواجه را در حجابگه دیدند، حاجبانه زکار پرسیدند. خب اینا چون که یه مأموریت مردانه‌ای در واقع پیدا کرده بودن اینجا، بخاطر همین میگه کرده در زیر کرده زیر قصب کلهداری، یعنی انگار که مأموران حاجبان این پادشاه داره میبینه این فرد رو، اونها رو هم مثل مأموران رسمی دولتی حاجبان خودش میدونه. اینها رفتن و شکار رو برداشتن آوردن به سمت شاه، به خاطر همین میگه اینها در زیر قصب کلهداری کردن. خواجه را در حجابگه دیدن، تو اون غرفه‌ای که خواجه بود، حاجبانه زکار پرسیدن که از همه لعبتان حور نژاد، میل تو بر کدام حور فتاد. خواجه نقشی که در پسند آورد، در میان دو نقش بند آورد، گفت کان لعبتی که با چنگ است، دختری خوب روی با سنگ است. سنگ یعنی وقار. این نگفته هنوز برجستند، گفتی آهو نشیر سرمستند، آن پریزاده را به صد نیرنگ آوریدند، با نوازش چنگ، به طریقی که کس گمان نبرد، ور برد زند و شهنه جان نبرد. یه جوری هم آوردن که هیچ کس به اونها شک نکنه و اگرم حالا تازه شک میکرد میزدن به کشتنش. یعنی اینقدر توی این مأموریت چیز بودن، مصمم بودن. طرفه را چون به غرفه پیوستند، غرفه را طرفه بین که در بستند. میگه شگفتا که موفق شدن مأموریت را انجام بدن و در حجره را ببندن. یعنی دختر راضی شد که اونجا بمونه. خواجه زان بیخبر که او اهل است. حالا خواجه هم نمیدونست که این دختر خودش هم به این امر راضی است. اینجا اهل یعنی رام. خواجه زان بیخبر که او اهل است، یار او اهل و کار او سهل است. وان بوته چنگ زن که تاخته بود، آن غرض را چو چنگ ساخته بود. وان پری پیکر پسندیده، دل در او بسته بود نادیده. و او ندیده اصلا دل بسته بود در خواجه. اینجا او یعنی خواجه و خودش در واقع مایل بود که به ازدواج خواجه در بیاد. بین آن غرض را چو چنگ ساخته بود، غرض ساختن و چنگ ساختن همون صنعت استخدامی هست که راجبش دو سه بار باهاتون صحبت کردم. یعنی ساخته با چنگ یه معنی میده، ساخته با غرض یه معنی میده و هر دو تا معنی رو جمع کرده که دیگه حالا تکرار نمیکنه. چون در او دید از آن بهیتر بود،
آهنش سیم و سیم او زربون. چقدر خوبه که ما مخبرمون از منظرمون بهتر نباشه، بلکه منظرمون از مخبرمون بهتر باشه. این هم همینجوری بود، منظرش از مخبرش بهتر. وقتی که این خود اون دختر شیفته این خواجه بود، وقتی خواجه را دید دیگه شیفته تر هم شد. خواجه که از مهر ناشکیب آمد، با سهی سرو در عتیب آمد. خب بعد از یه مدتی هم که اینها گفتگو کردن، خواجه میخواست که با او دست درازی کنه. گفت نام تو چیست؟ گفت تا بخت. گفت جایت کجاست؟ گفت تا تخت. گفت پردت چه پرده؟ گفت تا ناز. گفت پیشت چه پیشه؟ گفت تا ساز. گفت اصل تو چیست؟ گفت تا نور. گفت چشم بد از تو؟ گفت تا دور. گفت بوسی دهی تو؟ گفت تا شست. گفت هان وقت هست؟ گفت تا هست. من دخترم هم چقدر چون اهل ساز بود و پرسش هام هم همچی ترنم گونه و پاسخ هام هم ترنم گونه. گفت آیی به دست؟ گفت تا زود. گفت باد این مراد؟ گفت تا بود. اصلا رفته گیر تو، اصلا چی باد این مراد؟ خواجه را جوش از استخوان برخاست، شرم و رعنایی از میان برخاست. زلف دلبر گرفت چون چنگش، در برآورد چون دل تنگش. بوسه و گاز بر شکر میزد، سکه خیش را زر میزد. زرین هی داره از دور میگه وقت تمام. آقا تو این لحظه انسان دلش میاد که این شعر رو قطع کنه، ولی خب برای چون میگه وقت تمامه، بذارین یه چایی بخوریم تا دوباره برگردیم به میگه گرم شد دوباره کاوه نوشته که بور زنی بیا اومدی. خب میگه گرم شد بوسه در دلنگیزی، داد گرمی نشاط را تیزی. خواست تا نوش چشمه را خارد، مهر از آب حیات بردارد. چون در آمد سیاه شیر به گور، زیر چنگ خودش کشید به زور. جایه سست بود سختی یافت، خشت بر خشت رخنه ها بشکافت. خب اون جایی که اینها رفته بودن و توش این غرفه ای که این رفته بود و قایم شده بود، یه آلونک باقی بود و اینها وقتی که مشغول معاشقه شدن با هم دیگه، این سست بود، همش ریخ به هم. خشت بر خشت رخنه ها بشکاف. غرفه دیرینه بود فرود آمد، کار نیکان به بد نینجامد. این زمویی و آن به مویی رست، این از آن سو شدان از این سو جست. همه این تخت و بساط و زندگی اینها ریخت به هم. تا نبینندشان بر آن سر راه، دور گشتند از آن فراخیگاه. خب اینا وقتی که افتادن، دو نفر فکر کنن در حال عشق بازی، یک دفعه در دیوار فرو بریزه و اینها بیافتن وسط باغ. یک دفعه اینها وحشت کردن و خودشون جمع جور کردن و هر کدومشون از یه طرفی شروع کردن فرار کردن. تا نبینندشان بران سر راه، دور گشتند از آن فراخیگاه. خواجه گوشه گرفت از غم و درد، رفت در گوشه ای و غم میخورد. شد کنیزک نشست با یاران، بر دو ابرو گره چو غمخاران. رنجهای گذشته پیش نهاد، چنگ را در کنار خویش نهاد. دخترم هم انگار نه انگار که الان رفته بود پیش این خواجه، رفت شروع کرد چنگشو زدن و اخماش هم کشید تو هم و شروع کرد به نوازنی. ناله چنگ را چو پیدا کرد، عاشقان راز ناله شیدا کرد. گفت
که از چنگ من به ناله رود باد بر خستگان عشق درود. عاشقان شد که خستگی دارد، به درستی شکستگی دارد. عشق پوشیده چند دارم چند، عاشقم عاشقم به بانگ بلند. خب یه تلفنی در این فاصله زنگ زد، زرین یه لحظه رفت و اومد، من یه ذره این توضیح بودم که اینها مشغول عشق بازی در این غرفه بودن و یک دفعه این غرفه فرو ریخت و اینا افتادن در زرین گوش میدی دارم برات تو میگم، و این افتادن توی باغ و شروع کردن خودشون رو جمع جور کردن. دختر دوید رفت شروع کرد به چنگ نوازی، مردم هم خیلی ناراحت شد رفت برای خودش به غصه خوردن و دختر شروع کرد یه ترانه ای رو خوندن و تو اون ترانه حالا اون ترانه رو داره نظامی میگه، میگه عشق پوشیده چند دارم چند، عاشقم عاشقم به بانگ بلند. مستی و عاشقیم برد از دست، صبر ناید ز هیچ عاشق و مست. گرچه بر جان عاشقان خاری است، توبه در عاشقی گناهکاری است. گرچه بر جان عاشقان خاری است یعنی گرچه بر جان عاشقان بلا هست، عاشقان بلا کشن. میشه اینجوریش خوند که گرچه بر جان عاشقان خاری است، یا میشه خوندش گرچه بر جان عاشقان خاری است، یعنی بر جان عاشقان بلا میاد. توبه در عاشقی گناهکاری است، عشق با توبه آشنا نبود، توبه و عاشقی روا نبود. عاشقان به که جان کند تسلیم، عاشقان را ز تیغ تیز چه بیم. ترک چنگی چو در ز لعل افشاند، حسب حالی بدین صفت برخاند. آن دو گوهر که رشته کش بودند، در نشاط و سماع خش بودند. در دل افتادشان که در دو چراغ، تندبادی رسیده بود زبا. اون دو نفری که این هار برد بودن به هم وصف کرده بودن، گفتن نکنه یه اتفاقی افتاده که این داره اینجوری میخونه، این چرا داره این دختر اینجوری میکنه؟ اگر اینها به وصال هم رسیدن، در آغوش هم دیگه بودن، این دختره یه همچه حرفای نمیزد. یوسف یاوه گشته را جستن، رفتن اون یوسفی که گم شده بود رو پیدا کرد. اون مرده رفته بود دیگه، از اون تو رخنه رفته بود، از توی اون غرفه رفته بود، رفتن پیداش کردن. چون زلیخا ز دامنش رستند، خب ز دامنش رستند، رستند اینجا یعنی جارو کردن، روبیدن به نظرم، یا رویاندن حالا اگر بگیریم، یعنی اون رو زیر دامن خودشون گرفتن، اون رو زیر پر دامن خودشون گرفتن، چون اون متوحش شده بوده، آبروش رفته بوده، گرفتن یکم ناز و نوازشش کرد. باز جستند از حقیقت کار، داد شرحی که گریه آرد بار. هر دو تشویر کار او خوردند، تشویر خوردن یعنی شرمنده شدن، اینا شرمنده شدن گفتن آه ببخشید این اتفاق افتاد. هر دو تشویر کار او خوردند، باز تدبیر کار او کردند. هر دو با او به راز می گفتند، نکته های دراز می گفتند. کمشب این جایگه وطن سازیم، از تو با کار کس نپردازیم. گفتن که تو نگران نباش، ما هوات داریم، ولت نمی کنیم، نگذاریم بر بهانه خیش. یعنی اینجا بر بهانه خیش یعنی هیچ کس به هیچ بهانه ای، نگذاریم بر بهانه خیش که کس امشب رود به خانه خیش. گفت ما نمیذاریم این دخترها امشب از اینجا برن، تو نگران نباش، مگر آن ماه را که دلبر توست، امشب اندر کنار گیری چوست. روز روشن سپیدکار بود، شب تاریک پرده‌دار بود. خب ببینن روز نمیشه این کارها رو کرد، چون روز روشن سپیدکاره، سپیدکار یعنی افشاگر، روز افشا کننده است، ولی شب پنهانکار و آنچه که در شب اتفاق میفته روز فاش میشه. که این سخن گفته شد روانه شدند، با بوتان بر سر فسانه شدند. شب چو
زیر سمور انکاسی کرد پنهان دواج برتاسی، تیغ یک میخ آفتاب گذشت، جوش شب جوشن شب هزار میخی گشت. خب یعنی همه این دوتا بیت، یعنی چون که شب رفت و صبح شد، نه ببخشید، تیغ یک میخ آفتاب گذشت جوشن، یعنی آفتاب رفت شب شد، برعکس. خب حالا برمیگردم، میگه شب چو زیر سمور انقاسی. خب انقاس جمع نقصه و نقص یعنی مرکب و مداد. میگه که سمور انقاسی یعنی سمور سیاه. میگه شب چو زیر سمور سیاه کرد پنهان دواج برتاسی. دواج یعنی بالا پوش. آقای زنجانی میگه که برتاس اسم یه جایی بوده نزدیک خزر که آهوی که روباه زردش معروف بوده و اینجا سمور انقاسی با اون پوست روباه زرد رنگ خیلی تناسب داره، به این معنی که شب وقتی که زیر سمور سیاه پنهان کرد بالا پوش زرد پوست روباه را، یعنی این که خورشید رو زیر خودش پنهان کرد. پس اون دخترها رفتن و اون دوتا دختره، اون دوتا کنیزه رفتن و اون دخترها رو در تمام روز اونجا نگه داشتن و نذاشتن خلاصه اینها برن و اینها تا اینکه عصر شد، غروب شد. اما من برتاسی رو اینجا دلم میخواد قرتاسی بکنم و اگر قرتاسی بکنیم، درسته که قرتاس با انقاس نسبت با سمور نسبت نداره، ولی با انقاس نسبت داره، چون قرتاس یعنی کاغذ. قرتاس بازی شنیدن؟ میگن که قرتاس بازیه یعنی کاغذ بازیه، قدیما میگفتن قرتاس بازی. بنابراین اگر قرتاس باشه به نظر من همه چی بهتر میشه. حالا البته تویش نسخه لابد قرتاس نبوده، ولی به نظر من یه اشتباهی صورت گرفته. میگه شب چو زیر سمور انقاسی کرد پنهان دواج قرتاسی، یعنی بالا پوش سفید همچون کاغذ را، بازم همون معنی خورشید رو میده، ولی قرتاس یه از برتاس به نظر من بهتر. تیغ یک میخ آفتاب گذشت، پس جوشن هزار میخی یک نوع لباس نظامی بوده که هزار تا، مثلا هزار تا که نه، یه تعداد زیادی روش به حساب گلوله های فلزی بوده برای اینکه این جوشن رو به هم دیگه وصل کنه. او خیلی جوشن مثلا خیلی گران قیمتی بوده، به خاطر تناسب با هزار میخی آفتاب رو گرفتی یک میخی. میگه تیغ یک میخ آفتاب گذشت، جوشن شب هزار میخی گشت، ستاره پر از آسمان پر از ستاره شد، آمدند آن بوتان وفا کردند، وان سنم را بدو رها کرد. سرو تشنه به جوی آب رسید، آفتابی به ماهتاب رسید، جای خالی و آنچنان یاری، که کند صبر در چنان کاری. خواجه را در عروق هفت‌اندام، خون به جوش آمده به جستن کام. وانچه گفتن نشایدش با کس، با تو گفتم نعوذ بالله و بس. خود نظامی اینجا متوجه شد میشه که چقدر داره ایروتیک سخن میگه و چقدر این صحنه‌های سکسی و جنسی هستن، به خاطر همین تذکر میده، میگه وانچه گفتن نشایدش با کس، با تو گفتم نعوذ بالله و بس. میگه که کاش که میشد نگم بقیه شو، ولی خب بازم میگه. خواست تا در به لعل سفته شود، طوق با طاق هر دو جفته شود. یعنی حلقه و کمندی که گرد چیزی رو بگیره میگن طوق. طوق با طاق هر دو جفته شود، یعنی این دوتا هر دو همدیگر رو در آغوش بگیرن. طاق هم اینجا یعنی منحصر به فرد، یعنی اون دلبر منحصر به فرد بی همتا. گربه‌ای وحشی از سر شاخی دید موشی به کنج سوراخی. در همین هیس و بیس یه گربه اونجا بود، یه موشی رو دید.
جست بر موش و بر زمین افتاد. خواجه را خشت بر جبین افتاد. یه خشتی از تو سقف افتاد خورد تو کله این آقا. هر دو جستند دل رمیده ز جای. تاب در دل فتاد و تک در پای. دور گشتند نارسیده به کام. کلیه پخته بین که چون شد خام. در کتاب آقای عبید زاکانی یه حکایتی هست، میگه که کلیه به غین یا به قاف، گفت کلیه را گفت کلیه به غین کنند یا به قاف کنند، گفت کلیه به گوشت کنند. حالا معلوم میشه که از روی این حرف آقای عبید زاکانی معلوم میشه که کلیه گوشت داشته توش. میگه دور گشتن نارسیده به کام. کلیه پخته بین که چون شد خام. نوشلب رفت پیش نوشلبان، چنگ را برگرفت نیم شبان. چنگ میزد به چنگ در میگفت، کرغوان آمد و بهار شکفت. سروبن برکشید قد بلند، خنده گل گشاد حلقه قند. بلبل آمد نشست بر سر شاخ، روز بازار عیش گشت فراخ. باغبان باغ را مطرا کرد، مطرا یعنی تر و تازه. شاهی آمد در او تماشا کرد، جام می دید و برگرفت به دست. سنگی افتاد و جام را بشکست. ای به تاراج برده هرچه مراست، جز به تو کار من نگردد راست. گرچه با تو ذکرد خود خجلم، بی توی در حساب نیست دلم. رازداران پرده را سازش، آگهی داد یک یک از رازش. دوباره اون دوتا خانمه فهمیدن که یه اتفاق بدی افتاده و این دختره به کام نرسیده، وگرنه این چنین نمیگفت. باز رفتند و غصه میخردند، خواجه را جستجوی میکردند. خواجه چون بندگان روغن دزد، حجره بر ره گذر گرفته به مزد. ببینن بنده ها بعض موقع از تو خونه ها فرار که میکردن، نوکرا و بندا و اینا تو خونه ها که فرار میکنن، یه چیزی میدوزیدن با خودشون میبردن. و خب اینا چون به آشپزخونه اغلب دسترسی داشتن، یه متاعی از آشپزخونه میدوزیدن با خودشون میبردن. و خب یکی از متاعهای گران قیمت هم روغن بوده و اینا دیگه جایی هم نمیتونستن برن، خونه آشنایی هم نمیتونستن برن، چون خواجه میومده دنبالشون. پس میرفتن توی حجره یه جایی قایم میشدن بین راه تا برن دور بشن از اونجا. میگه خواجه چون بندگان روغن دزد، حجره بر ره گذر گرفته به مزد. یعنی اون آقا هم این اتفاق براش افتاده بود، خش خورده بود تو سرش، مثل روغن دزدیده‌ای بود که نمیدونه از کجا بره. در خزیده به جویباری تنگ، زیر شمشاد و بید و سرو و خدنگ. خیره گشته ز خام تدبیری، بردمیده ز سوسنش خیری. خیری اسم یک گلی است. سوسن اینجا یعنی سفید و خیری یعنی زرد. بردمیده ز سوسنش خیری یعنی از سفیدی صورتش زردی بیرون اومده، یعنی زرد شده بود و شرمنده و زرد روی و خجل و خلاصه از این حرف. باز جستن از آن چه داشت نهفت، یک به یک با تو را با دو رازدار بگفت. فرض گشتین نهفته کاران را، که به یاری رسند را یاران را. باز گشتند و راه بکشادند، آب گل را به گل فرستادند. دوباره اومدن و گلاب رو به گل برگردوندن. گلاب میدونن از گل جدا میشه. یکی از فراق‌های این دنیا جدایی گلاب از گل است. آقای صاحب تبریزی میگه جدایی زهر خود را اندک اندک میکند ظاهر، به مینا تلخ میگردد گلاب آهسته آهسته. یعنی گلاب اولش که از گل میگیرنش تلخ نیست، شیرینه. بعد از این مدتی میمونه 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 میمونه، شما اگه گلاب رو بخورید تلخ میشه. جدایی اولش اتفاقا آسونه، آدم فکر میکنه اولش سخته،
اولش آسونه، بعدش سخت میشه، روز به روز سختتر میشه. به مینا تلخ میگردد گلاب آهسته آهسته. من وقتی که کسی عزیزش میمیره، اونقدر که آدم ها روز اول ناراحتی هستن، من ناراحتش نیستم. من روزای ناراحتشم که این مدتی گذشته و فکر میکنم این بعد چه کار میکنه، الان بالاخره عزاداریه و از نمیدونم تو سر زدن و این و رفتن و خاطر گفتن و گریه کردن و بعدش آدم بخواد چه کار بکنه. و جدایی گلاب از گل مصداق چنین چیزی. یه مثنوی ناظر و منظور هم دقیقا همینطوره، وقتی که ناظر رو از منظور دور میکنن روز اول هیچ اتفاقی نمیفته، ولی همین که توی کشتی میبرن و دو روز از منظور دور میشه، ناظر دیوانه میشه، به طوری که به زنجیر میکشنش. زنجیر وقتی که میکشه تازه یاد زنجیر موهای یارش میفته، شروع میکنه به آروم شدن. یعنی واقعا هجران بعد از اونی که شما میفرمایید خیلی سخت میشه. بله همینجوری. خلاصه میگه آب گل را به گل فرستادن، آمدان دستگیر دستانساز. دستگیر دستانساز یعنی دلبر نوازنده. مهر نو کرده مهربان را باز، یعنی دوباره عشق را در وجود خود تازه کرده. خواجه دستش گرفت و رفت ز پیش، تا به جایی که دید در خور خیش. تاک بر تاک شاخهای درخت، بسته بر اوجگاه تخت به تخت. پس رفتن زیر رزبند، رفتن اونجایی که درختهای انگور بودن. زیر آن تخت پادشاهی تاخت، به فراغت نشستگاهی ساخت. دلستان را به مهر پیش کشید، خرم اندر کنار خیش کشید. زاد سروی بدان خرامانی، چون سمن بر بساط سامانی. بساط اینجا یعنی فرش، و بساط سامانی یعنی فرش سامانی، حالی احتمالاً یه فرش مشهوری بوده، و یا اینکه همون سامان به معنی خونه و زندگی. و زاد سرو یعنی سرو آزاد که یکی از انواع سروه. در کنارش کشید و شادی کرد، سرو با گل قران بادی کرد. خواجه را مه در آمده به کنار، دست بر کار و پای رفته ز کار. خب ببینه این قران بادی که اینجا آقای نظامی میگه خیلی شعر خوشگل میکرده برای اهل زمانه، یعنی کسانی که در زمان نظامی زندگی میکردن و این شعر میخوندن، اینجا احتمالاً همشون دست میزدن برای نظامی. من یه بار خدمت یه شاعری رسیده بودم، یه شاعر خیلی زبدهی بود، ایشون آثار فارسی رو به عربی به شعر ترجمه میکرد، آثار عربی رو به فارسی به شعر ترجمه میکرد، خیلی خیلی شاعر زبده بود. و ایشون گفت که من یه شعری میخونم، تو همه شعری بخون، هر وقت که تو نکته ای دیدی من نکته ای دیدم من تو قند میندازم، تو هر وقت نکته ای از من دیدی یه قندی من قندی گذاشته بود، قندونی بود و قرار بود. او یه خب شعر میخوند، ما که چی نمیفهمیدیم، بهش قند بچه بودم من نوجوان، هیچ قندی هم نمینداختم در. بعد من شروع کردم یه شعر خوندم، یادم هم حسال شعرمه، خیلی شعر حچلفتی بود، او هی قند مینداخت توی. منظورم این که اگر آدم های اون عصر بودن الان قند مینداختن برای نظامی در فنجان، بخاطر که قران بادی یه اتفاقی است که تو سال 582 افتاده و همون ماجرایی هست که در جلسه انوری براتون توضیح دادم که پیشگویی کرده بود انوری که در به اصطلاح هفت سیاره مقارنه دارن در سال 582 و از این یک بادهای وحشتناکی برخواهد خواست، جوری که به اصطلاح هزارها متر خلاصه زمین و زمان رو میبره و خاک ها همه خونه ها رو با ویرانه میکنه. مردم از ترس شبها میرفتن توی آغلا میخوابیدن، پا
پادشاه ها رفته بودن به جاهای مستحکم، مردم خونه های مستحکم خریده بودن اینا. و حتی ما یه گزارشی داریم در رابطه با این قرانبادی که اتفاقا در کرمون هم هست، یه فردی در کرمون بوده، دانشمندی به نام ابو حامد افضل کرمانی، که این موقع یک نامه می نویسه از کرمون به خراسان، میگه که مثلا انوری همچی پیش بینی کرده، کرمون از همه جا خطرناکتره اگر باد بیاد، به دلایلی که خودش ذکر میکنه. و میگه ما میخوایم ببینیم این جریان چیه، این باد خلاصه کی میاد و چجوری میشه، و استفتا میکنه از دانشمندان اون موقع. و خلاصه در اون سال باد که نمیاد هیچی، بعد میگن این به چیز میاد، به حساب به تفاریق میاد و یواش یواش میاد. میگن در طول سال اینقدر باد نبوده که خرمنا رو زمین میمونه و نمیتونستن خلاصه خرمنا رو بردارن، و یه افتضاحی خلاصه درست میشه که انوری رو از اون شهر میزنن میکنن بیرون، که شاعران در این باره شعر گفتن که ای مرسل الریاح تو دانی و انوری، ای فرستنده بادها تو میدونی و انوری. و داستانش معروف هست. و این منظور آقای نظامی اینه. به حال جالبی این که این رو جالب میکنه اینه که این تحقق پیدا نمیکنه، و عشق ای دوتا و سکس ای دوتا هم تحقق پیدا نمی کرده. یعنی هی دائم اینا با هم دیگه ملاقات میکردن ولی به هم دیگه نمی رسیدن. ببینه میگه در کنارش کشید و شادی کرد، سرو با گل قران بادی کرد. یعنی اینا قران کردن با هم، ظاهرن با هم قران کردن، ولی قرانشون اجنس قران بادی بود که هیچ دروغ بود، خلاصه درست نم. خواجه را مهدر آمده به کنار، دست بر کار و پای رفته ز کار، مهره خواجه خانگیری کرد، هم بساطش گروپذیری کرد. هم بساط اینجا یعنی حریف، و مهره اینجا یعنی مهره تخته. مهره خواجه خانگیری کرد یعنی رفت و خونه ها رو بست، مثلا احتمالاً حریف رو شش در کرد، یعنی کاملا بر حریف مسلط شد. مهره خواجه خانگیری کرد، هم بساطش گروپذیری کرد. گروپذیری یعنی قبول باخت. توی تخت نرد شما اگر یه جایی برسین باخت قبول کنین، یعنی در واقع قبول دارین که مارس نیستین. دیدن تو وسط تخت ما هم میگیم بازی قبول، طرف اگر بگه قبول یعنی مارس نیستین، بازی جمع دیگه. میگه هم بساطش گروپذیری کرد، هم بساطش گفت بازی قبول، تو بردی. یعنی در واقع همه چیز درست شده بود دیگه. این دفعه اینا رفته بودن یه جایی که نه سقفی داشت رو سرشون بریزه، نه گربه و موشی بود، و خلاصه یه جای تاکی بود، و همه چی درست بود. چون بنان شد که قلعه بستاند، لحظه ای بود که حالا از تخت پریده توی شطرنج. میگه چون بنان شد که قلعه بستاند، آتشی را به آب بنشاند، موش دشتی مگر ز تاک بلند، دیده بود آخته کدوی چند. میگه چند تو کدو بسته بودن تو این رزمندی ها، یه موشی یه کدوی دیده بود، رفته بود به سمت کدو. خب کرد چون مرغ بر رسن پرواز، مثل این اسکرول ها دیدن میپرن، این پرید رفت روی چیز. میگه که کرد چون مرغ بر رسن پرواز، از کدوها رسن برید به گاز، بر زمین آمدان چنان حبلی، ببخشید، بر زمین آمدان چنان حبلی، هر کدوی به شکل چون تبلی. حبل فکر کنم یعنی ریسمان اگه اشتباه نکنم. بر زمین آمدان چنان حبلی، میگه اون ریسمان رو پاره کرد، و هر کدوی کاوه جون چک و همینجوری که دارم میگم که ریسمان درسته؟ زرین چکه. میگه که خلاصه میگه یه دفعه پاره شد، و هر کدوی به شکل چون تبلی، بانگ آن تبل رفت میل به میل، تبلی آن گه چه تبل، تبل رهیل. میگه کدوها شروع کردن دارانگ و درونگ و دارانگ و درونگ و به صدا در آمدن. باز بانگی در افتاد به هوز، هوز یعنی صدای ظروف برنجی و مسی و اینها که بخوره به هم، اینجوری داین دوتا ظرف بخوره به این میگن هوز. باز
بانگی در افتاد به هوز، آهو آزاد شد ز پنجه یوز. خواجه پنداش کامده است به جنگ، شحنه با کوس و محتسب با سنگ. کفش بگذاشت راه پیش گرفت، باز دنبال کار خیش گرفت. وان سنم رفت با هزار حراس، پیش آن همدمان پرده شناس. چون زمانی بران نمود درنگ، پرده درگشت و ساخت پرده چنگ. پرده درگشت و ساخت پرده چنگ، یعنی شروع کرد دوباره راز دلش رو گفتن و اسرار خود رو فاش کردن و پرده چنگ رو به نواختن. بازی داره میکنه نظامی با ما. گفتند عاشقان باری، رفت یاری به دیدن یاری. خواست که از راه آرزومندی، یابد از وصل او برومندی. در کنارش کشد چنان که هواست، سرخ گل در کنار سرو رواست. از ره سینه و زنخدانش، سیب و ناری خورد زبستانش. خواست تا دست را دراز کند، قفل گنج خزانه باز کند. به تبرزد شکر برآمیزد، به تبرخون ز لاله خون ریزد. و تبرخون اینجا اشاره به آلت رجولیت هست و لاله اشاره به خانم هست. میگه به تبرخون ز لاله خون ریزد. لاله که یعنی گل لاله، و تبرخون یعنی بید سرخ، به اصطلاح سرخ بید، بیدی که به رنگ سرخه. ناگه آورد فتنه غوغایی، تا غلط شد چنان تمنایی. ماند پروانه را در اندوه نور، تشنه گشته ز آب حیوان دور. ای همه ضرب تو کژاوازی، زخم ایزن به راست اندازی. پرده کژدهی مرا نرواست، نگذرم با تو من ز پرده راست. اینا همه اصلاحات موسیقی است که در واقع خانم بلد بوده، چون خودش خواننده بوده. چون غزل گفت یار دمسازان، زو خبر یافتند همرازان. سوی خواجه شدند پوزش ساز. البته عذر میخوام، غزل دیگه اینجا نمیگه، چون همش داره به صورت مثنوی میگه. من یادمه تو یکی از این مثنوی ها فکر میکنم جمشید و خورشید است، وقتی که به اصطلاح اون شاهزاده میخواد شعر بخونه، شعر از حالت مثنوی در میاد به صورت غزل میشه، یعنی بهراشون کاملا عوض میشه، یعنی میره توی بحر رمل. آها. بعد که شعر تموم میشه دوباره برمیگرده به بله بله. خب آقا میدونن این اینجا در واقع بیشتر به نظر میرسه منظور نظامی از غزل محتوای غزل هست، نه شکل غزل. چون به هر حال ما وقتی میگیم مثلا فرض کن این همه قول و غزل تعبیه در منقارش، وقتی که حافظ میگه این همه قول و غزل تعبیه در منقارش، منظورش واقعا غزل نیست، منظورش واقعا از غزل اونجا محتوای غزل هست، یعنی شعر عاشقانه گفتن، و قول یعنی به آواز خواندن. و اینجا هم باز بیشتر به نظر میرسه که منظور محتوای غزل هست، ولی برای اون چیزی که شما میگن هم میشد، یعنی میشد یهو اینجا به چرخه واقعا غزل بشه حتی از نظر شکل. خب میگه که به نوازشگری و دلداری، برکشیدندش از چنان خاری. همینجا بودیم، سوی خواجه شدن پوزش ساز. اون دوتا خانومه دوباره اون کنیزا، یافتندش کشیده پای دراز. شرم زد گشته دل رمیده شده، بر سر خاک آرمیده شده. به نوازشگری و دلداری، برکشیدندش از چنان خاری. حال پرسیده شد حکایت کرد، آنچه در دوزخ آورد دم سرد. یعنی آنچه، یعنی آنچنان که، یعنی دم به اصطلاح آنچنان آتشین که دوزخ در مقابل آن دم سرد جلوه می کند. آنچه در دوزخ آورد دم سرد. چاره سازان به چاره های خودش، دور کردند زان خیال بدش. بر دلش بند بسته بکشادند،
بیدلی را به وعده دل دادند که در این کار کاردانتر باش، چشم بیدار و مهربانتر باش، وقت کار آشیانه جایی ساز، کافت آنجا نیاورد پرواز، ما خود از دور ره نگه داریم، پاسدارانه پاس ره داریم، آمدند آنگهی پذیره کار، پیش آن سرو قد گل رخسار، تا دگر باره ترک تازی کرد، خواجه را یافت دل نوازی کرد، آمد از خواجه بار غم برداشت، خواجه کاندید خواجگی بگذاشت، سر زلفش گرفت چون مستان، جوست بیغوله ای در آن بستان، بود در کنج باغ جایی دور، یا سمن خرمنی چو گنبد نور، برکشیده علم به دیواری، بر سرش بیشه در بنش غاری. به نظر میرسه که اونجا یک دیواری بود که توی این دیواره، اون بالای دیواره در واقع دوباره باغ ادامه پیدا میکرد، ولی توی این دیواره یه غاری بود که توسط یه یاسمنی، توسط یاسمنی در این غار بسته شده بود. بود در کنج باغ جایی دور، یاسمن خرمنی چو گنبد نور، برکشیده علم به دیواری، بر سرش بیشه در بنش غاری، خاجزان به نیافت بارگهی، ساختن در فضاش کارگهی، یاسمن را زهم درید به ساز، نازنین را درو کشید به ناز، بند صدرش گشاد و شرم نهفت، بند صدری دیگر که نتوان گفت. خب این بند صدری دیگر که نتوان گفت، اینجا دیگه نظامی حیا کرده از ادامه مطلب، گفتن ادامه مطلب، میگه که بند صدرش رو باز کرد و بند صدر دیگری که دیگه من اونه نمیگم. خرمن گل درآورید به بر، مغز بادام در میان شکر، میل در سرمدان نرفته هنوز، بازی باز کرد گنبد کوز، روبهی چند بود بر در غار، به هم افتاده از برای شکار، گرگی آورده راه بر سرشان، تا کند دور یک ز دیگرشان، روبهان از حرامخواری گرگ، کافتی بود سهمناک و بزرگ، به هزیمت شدند و گرگ از پس، راهشان بر بساط خواجه و بس، بردویدند بر دو چار سگال، روبهان پیش و گرگ در دنبال، خواجه را بارگه فتاد از پای، دید لشکرگهی بجست از جای. یهو اون بارگاه امنش تبدیل به لشکرگاهی شده بود پر از گرگ و روبه. خود ندانست کان چه واقعه بود، پا برهنه دوید و خاکالود، دل پر اندیشه و جگر پر خون، تا چگونه رود ز باغ برون، وان پری رخ ز بس پریشانی، آمده بر زمینش پیشانی. درست حکایت ما هست بعد از این انقلاب از 40 سال پیش تا این حالا که هر کار میکنیم نمیشه، درست این حکایت. آن دو گلرخ برابر افتادن، یعنی اون دوتا کنیز، اون دوتا نگهبان، اون دوتا کارچاقبان برابر افتادن، کان همه ناز و عشوهش دادن، دامنش دلبری گرفت به دست، که امشب از دست ما نخواهی جست، بانگ بر وی زده که این چه فن است، در خصال تو این چه اهرمن است، چند بر هم زنی جوانی را، کشتی از عشوه مهربانی را، با غریبی ز روی دمسازی، نکند هیچ کس چنین بازی، چند بار امشبش رها کردی، چند نیرنگ و کیمیا کردی، او به سوگند عذرها میخواست، نشنیدند از او حکایت راست، تازه بنگه رسید خواجه فراز، شمع را دید در میان دو گاز، یعنی دختره را دید وسط اون دوتا گیر افتاده که دارن هی به اون دختره دعوا میکردن که تو چقدر این خواجه را اذیت کردی، چرا این کارا رو میکنی، چرا هی هر دفعه یه بازی در میاری اینها. یه دفعه خواجه اومد دید که این دوتا این دختره رو گیر آوردن،
و دارن سینجینش میکنن. شمع را دید در میان دو گاز. این دو گاز یعنی دو دهانه قیچی، و شمع رو وقتی که دود میکنه میچیننش. در خجالت ز سرزنش کردن، زخم این و قفای آن خوردن، دید دختره داره خجالت میکشه از دست این دوتا، و اون یکی داره پشت کلش میزنه، این یکی داره میگه خجالت بکش. گفت زنهار دست از او دارید، یار آزرده را میازارید. چون گناهی نیامد از ماهی، به هزین بایدش زدن راهی. که از گناهی در این، چون گناهی نیامد از ماهی، از یک ماه، به هزین بایدش زدن راهی. گر گناهی در این خیانت هست، سوی فحلان کشید باید دست. و حالا اگر گناهی هم باشه، گناه از مرد نه از زن، و فحل اینجا یعنی مرد. گوهر او زهر گناه پاک است، گر گناهی بود در این خاک است. چابکان جهان و چالاکان، همه هستند بنده پاکان. کار ما را عنایت ازلی، از گناه داده بود بی خللی. وان خلل ها که کرد ما را خورد، آفتی را به آفتی می برد. وقت ما را چو پارسایی داد، از چنان کار بد رهایی داد. میگه که این آفت هایی که اتفاق می افتاد بر سر راه ما دوتا، یه آفت بزرگتری رو داشت از ما دور می کرد، و اون آفت بزرگتر گناه. و بخت ما را چو پارسایی داد، از چنان کار بد رهایی داد. آن که دیوش به کام خود نکند، نیک شد هیچ نیک بد نکند. بر حرام آن که دل نهاده بود، دور از اینجا حرامزاده بود. با عروسی بدان پری چهری، نکند هیچ مرد بد مهری. خاصه آن کو جوانی دارد، پاکی و مهربانی دارد. لیک چون اسمتی بود در راه، نتوان باز رفت پیش گناه. کز از آن میوه‌دار بر نخورد، که یکی چشم بد در او نگرد. چشم صدگونه دام و دد بر ما، حال از اینجا شده است بد بر ما. آنچه شد شد، حدیث آن نکنم. این چه دارم بدو زیان، این چه دارم بدو زیان نکنم. دیگه اون چیزایی که رفته، اون لحظات خوشی که من از دست دادم که یک رفت، ولی اون که دارم دیگه نمیخوام ضرر کنم توش. این چه دارم بدو زیان نکنم، توبه کردم به آشکار و نهان. در پذیرفتم از خدای جهان، که اگر در عجل بود تأخیر، وین شکاری بود شکار پذیر. به حلالش عروس خیش کنم، خدمتش آنچه هست بیش کنم. خب وقتی که میشه کام دل رو با شرایط متعارف حالا گرفت، چرا چنین دزدکی و پنهانی که بخواد این بلاها سر آدم بیاد؟ نازنینان چه حال او دیدند، از خدا ترسیش بترسیدند. سر نهادند پیش او بر خاک، کافرین بر چنین عقیده پاک. که در او تخم نیکویی کارند، و سرشت بدش نگه دارند. ای بسا رنج ها که رنج نمود، رنج پنداشتند و راحت بود. وی بسا درد ها که در مرد است، همه جان دارویی در آن درد است. بازگشتند لعبتان از ناز، خیره گشته ز چرخ لعبت باز. چرخ لعبت باز یعنی چرخ بازیگر. چون برآمد ز کوه چشمه نور، کرد از آفاق چشم بد را دور. صبح چون عنکبوت اسطرلاب، بر عمود زمین تنید لعاب. لعاب یعنی اینجا شعاع. لعاب به اون آب دهن عنکبوت میگن لعاب، ولی در اینجا یعنی شعاع آفتاب، به خاطر که روی اسطرلاب یه قسمتی هست بهش میگن عنکبوت، یه قسمت مشبکی از اسطرلاب اسمش هست عنکبوت.
صبح چون عنکبوت اسطرلاب بر عمود زمین تنید لعاب، یعنی پرتوهای خورشید آمد و زمین رو روشن کرد، بادی آمد به کف گرفته چراغ، باغبان را به شهر برد زباغ، خواجه برزد علم به سلطانی، رست از بند و بند فرمانی، زاتش عشق بازی شب دوش، آمده خاطرش جو دیگ به جوش، چون به شهر آمد از وفاداری، کرد مقصود را طلبکاری، ماه دوشینه را رساند به مهد، بست کابین چنان که باشد عهد. کابینم یعنی اینجا یعنی عقد، ولی در اصل یعنی مهریه. بست کابین چنان که باشد عهد، لعل ناسفته را به مرجان سفت، مرغ بیدار گشت و ماهی خفت. گر بجویی این مرغ اینجا یعنی روح و ماهی یعنی تن، چون میدونن آلت رجولیت و آلت تناسلی نماد تنانگی هست و فراغت از اون لحظه عروج روح و لحظه بالو پر گرفتن روح تلقی میشه. خب ببخشید من پیداش کردم. لعن ناسفته را به مرجان سفت، مرغ بیدار گشت و ماهی خفت. گر بجویی ز مرغ تا ماهی، همه را باشد این هوا خواهی. دولتی بین که یافت آب زلال، وانگهی خورد از او که گشت حلال. چشمه ای یافت پاک چون خورشید، چون سمن صافی و چو سیم سپید. در سپیدیست روشنایی روز، و سپیدیست مه جهان افروز. همه رنگی به عیب آلوده است، جز سپیدی که پاک پالوده است. در پرستش به وقت پوشیدن، سنت آمد سپید پوشیدن. چون سمن سینه زین سخن پرداخت، چون سمن سینه زین سخن پرداخت، یعنی همون زن بهرام. چون سمن سینه زین سخن پرداخت، شه در آغوش خیش جایش ساخت. وین چون این شب بسی به ناز و نشاط، سوی هر گنبدی کشید بساط. بر رخش آسمان گنبد ساز، کرد درهای هفت گنبد باز. باده می خورد از کف ساقی، کرده اندوه و غم، کرده اندوه و غصه در باقی. خب در باقی کردنم فکر میکنم یعنی رها کرد، یعنی تمام کردن و از بین بردن. خب اینجا هفت داستان اصلی هفت گنبد تموم میشه. هفت گنبد یا هفت پیکر، هر دو اسم درسته. هفت پیکر نظامی تمام میشه و جا داره که ما اینجا یه نتیجگیری داشته باشیم، ولی گمانم امشب وقت نمیشه که این تحلیلی از این داستان ها بکنیم. خب 6-7 دقیقه کافی نیست که تحلیلی بکنیم از این من میگذارمش برای بعد. فقط این رو بگم که ما در ادامه یک توصیف بهاری داریم، صفت بهاری داریم، که در واقع نظامی میخواد وارد یه فاز دیگری از داستان بشه، که همینجور که گفتم بخش اصلی داستان دیگه نیست، بخش اصلی داستان تموم شد، یه بخش فرعی باز میکنه و اون تظلم آوردن به نزد بهرام هست، که 7 تظلم به نزد بهرام آورده میشه و بعد از اون جنگ بهرام و چین هست که اونجا دیگه داستان تمام میشه. و من فکر میکنم با توجه به این که حالا به هر حال یه اثر بسیار کهن و مهمی هست، خوب است که حالا که شروع کردیم این قسمت رو هم تمام کنیم و ببینیم که آخرش چه نتیجه گیری میخواد بکنه و برسیم به
بعدش حالا تصمیم بعدیمون که چه مقوله رو دنبال بکنیم. منتها حالا من اجالتا اگر کسی سوال یا نکته ای مطلبی کامنتی چیزی نداره، اجالتا فقط بگم که اگر یادتون باشه ما در اون وقتی که داستان اول رو میخوندیم من دائم تصریح میکردم به این که ما به دنبال زبان سمبولیک به اون مفهوم سمبولیزم صوفیانه نباید تو داستانهای نظامی باشیم، چون ابزارهای لازم رو یا کافی رو در اون زمینه به دست نمیده نظامی که ما بخوایم به دنبال سمبولیزم صوفیانه باشیم. بگیم منظور از مثلا یادتونه تو داستان نخست من اختلافی هم پیدا کردم با یکی از دوستان بر سر همین موضوع که مثلا این تصویری از بهشت هست یا تصویری از آدم و حوا هست و گناه اولیه هست و اینها. البته مانعی نداره که ما چنان تفاسیری هم بکنیم از مطلب، منتها خب کانسیستنت نیست، یعنی همه جای داستان رو این دربر نمیگیره و یه جایش مینشینه و یک جایش نمینشینه. ضمن این که ما یک ایرادی که در این قضیه هست اینه که ما فکر میکنیم که سمبولیزم صوفیانه رو میشناسیم، یعنی سمبولیزم صوفیانه الان بعد از زمان نظامی تا به امروز واقعا چرخهای زیادی زده، تغییرات زیادی کرده که ما اغلب یه ورژن خیلی خامی و تو ذهنمونه از یه کلیتی و بعد میخوام داستان رو سوار کنیم روی اون، در صورتی که خیلی وقتها هست که همون سمبولیزم هم ابعاد مختلف داره، یه پروسه تکاملی داشته، تغییراتی درش هست که اون تغییرات باید واقعا دیده بشه، زمان زیادی میگذره، یک غباری از واقعا تاریکی زمان روی این نشسته. من سعی میکنم که راجع به این قضیه هفته آینده یه صحبتی بکنم که شما مشارکت بکنن و نتیجه گیری از داستان هامون رو یه سر سامانی بدیم، بعد ما ختامه بدیم بقیه قصه رو اگه موافقید. دست شما درد نکنه، خیلی متشکرم. بسیار عالی، خسته نباشید. ممنونم. بسیار بسیار سپاسگزاریم. خیلی خوش گذشت. شبتون خوش. خسته نباشید. ممنون جناب ایلات، خسته نباشید. ممنونم. دست شما درد نکنه. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. شبتون بخیر. مرسی ممنون. متشکرم. دستتون درد نکنه. کاوه جان شب شما هم بخیر. خسته نباشین، شب بخیر. خیلی قربان شما. آقای کاوه هم زحمت. بله کاوه که طبق معمول ممنون آقای را، شبتون بخیر، شب همگی بخیر، لطف کردید. آقای نخی این گزارشتون در مورد زبان اسپانیایی